मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे अरे तो छे थोरी माँ खूबी من خوبم تو دیگه کی هستی؟ سوس چه خبرته؟ نمیذارین آدم بخوابه دوسته دوست دوست؟ ماما منم بیلو قربونت برم پسرم کجا بودی؟ اوی پسر مثل شازده من به نظر دوز میاد؟ بفرمایید خانم تحویل بگیر از پسر مثل شاهزادت بپرس این همه مدت کجا بوده؟ چرا نصف شبی مثل دوزا دیوار پریده اومده تو؟ بابا مامان دوزا دنبالم بودن با چه بدبختی از دیوار پریدم پایین که بیام تو؟ چرا؟ مگه پیش تو الماس یا طلایی است که دوز بخواد بیفته دنبالت؟ پسر دروغگوی خلافکار به درد نخور چرا نمیگی که دارم از دست بدهکاران فرار میکنم آخه؟ ماجد چه خبرت داری سرزنشش میکنی؟ به خاطر همین حرفاته فقط به خاطر همین حرفاته که به این بدبختی و بیچارگی که میبینی رسیدیم بیکار و نالایق تربیت کردی این شازده رو نه کار داره نه زندگی همیشه آبرو در به دره میفهمی؟ مامان دیدی؟ بابا چی جوری حرف میزنه؟ آخه بابا از کجا میدونی که من اصلا کار نمیکنم؟ ببین دارم میگم یه روز میرم دبی کلی پول میفرستم انقدر پول میفرستم که دیگه بابا نتونه بهم هیچ حرفی بزنه قربونت برم من فدات بشم گشنت نه؟ چیزی خوردی؟ وایسا برم غذا برات بیارم آفری عاشقشم میدونم که عاشقشم عاشقشم بیا دخترم بذارش اینجا آبجی ببین این دخترم اینقدر کار میکنه همه یه کارای خونه رو انجام میده تازه دانشگاه هم باید بره اینه تربیت واقعی کاملا درست میگی آبجی شمیم خدا حفظش کنه دختره خیلی خوبیه تلاش و تربیت شبانه روزیه وگرنه دخترای امروزی اسم پدر و مادر رو به خاک میزنن چرا راه دور بریم؟ همین مینه یه خودتو ببین؟ شمیم بس دیگه یه ذره با خون سردی فکر کن زن دارم راستشو میگم دیگه چی آبجی؟ ناراحت نشدی که؟ من ببین پسر عزیز منم اومد این پسرمه ببین شاهزاده من حواست باشه آبجی این دخترم که همش دست با چلوفتیه والا آفرینتون که بچه مردمو بزرگ کردی مردم بچه خودشونو به سختی بزرگ میکنن حسنا بچه کسی نیست بچه خودمه تو شوهر خواهر ناراحت شدی؟ من که همین جوری گفتم پسرم عزیزم تو چطوری خوبی؟ علی چطور به نظر میام؟ پسر من یه تیکه ماه خدا از چشم بد حفظش کنه خب بیلو به چه کاری مشغولی؟ شوهرمه دارم آماده میشم واسه رفتن به دبی تا چند روز دیگه بیلو پر تو دبی کار پیدا کردی پسرم؟ آخه عمه این چه حرفیه که میزنی؟ بیلوش نیازی به کار داره ها؟ همین که به دبی برسم پول خود به خود خودش میاد آب چی بگم پسر من خیلی هوشیاره آب چی صبونتون رو بخورید سرد میشه باشه چایی بده به همه
من کجا؟ این که اما چطوری اومدم اینجا؟ چرا هیچی یادم نیست؟ مینا تو این چاییو بگی. چرا من آوردی اینجا؟ مینا راستش تو چطوری جرأت کردی بدون رضایت هم منو بیاری اینجا؟ ها؟ مینا حالت خوبه؟ تو منو چیز خور کردی؟ الان فهمیدم، تو هم مثل مردای دیگه، من بهت محل ندادم و تو منو بیهوش کردی؟ مینا داری اشتباه فکر میکنی. نمیخوام چیزی بشنوم. منو همین الان میبری خوابگاه. سمینه چقدر نگران شده نمیدونم. مینا ولم کن، ول کن وگرنه جیغ میزنم. ببین تا وقتی به حرفام گوش ندی ولت نمیکنم. اون دوستت سمین که خیلی هم بهش اعتماد داری، داخل نوشیدنیت یه چیزی ریخت و با یه پسره فرستادت که بری. خوب شد که لحظه آخر من رسیدم وگرنه. دروغه، همش دروغه. من نمیتونم به حرفای تو اعتماد کنم. علی این دختره اینجا کی اومده؟ چیزی میخوای بگیمه؟ آره، پلیس اومده بود. پلیس؟ دیشب با یه پسر دعوا شده بوده به خاطر یه دختر. اوه، اون دختر کس دیگه نیست، همین دختره بود. علی من هیچ وقت اینجوری ندیده بودم تو رو. چرا اینجوری میکنی؟ تو اصلا میدونی من به چه سختی پلیس رو قانع کردم؟ تو یه ذره هم به فکر آبروت نیستی پسر؟ اما نه، تو نمیفهمی اصلا، چون که چشات کور شده و هیچی رو نمیبینه. اما بازم نصیحتم به تو اینه، یه ذره آرومتر، با احتیاطتر. بعضی چیزا ظاهرن زیبا به نظر میرسن، وقتی به دست آوردیشون میفهمی که پوچه. بگو ببینم منظورت از این کارا چیه؟ هی منظور که زیاد دارم. بگو از کدومش شروع کنم. از سر ران برو کنار. بیلو جایی که وای میسته راه هم از همونجا شروع میشه تا به مقصد برسه. نظرت چیه که با هم به مقصد برسیم؟ ها؟ من اصلا واسه این مزخرفاتت وقت ندارم. از سر ران برو کنار. دستمو ول کن. الان یکی ببینه چی فکر میکنه. تازه دستتو گرفتم. با زبون خوش میگم، با زبون خوشم راضی شو. وگرنه بلدم چجوری راضیت کنم. عاشقت شدم نه؟ چی بهش میگن؟ عشق در نگاه اول؟
حالا اگه با زبون خوش راضی شدی که تاج سر بیلو میشی، بهش فکر کن، بهت وقت میدم، به خاطر تو بیلو میتونه منتظر باشه، برو فکر کن. عاشق شدی رفت بیلو. به چیزی نیاز داریم؟ میدونم میخواین بگین که نمیخواین اینجا بمونین، اما نگران نباشین، به زودی یه جای خوب براتون پیدا میکنم. نه اون من نمیخواستم اینو بگم. خب پس چی میخواین بگین؟ من اصلا دیشب و یادم نیست، خیلی بهت بد و بی رو گفتم، میشه خواهش کنم منو ببخشی؟ نه من نمیتونم ببخشم. چرا؟ ازت معذرت خواهی کردم دیگه، من اصلا از کسی عذرخواهی نمی کنم. تو داری به من میخندی؟ نه. پس یعنی من میتونم بازیگر بشم؟ چرا که نه؟ اما اینجوری نه. واسه این کار باید راه رفتن، حرف زدن، طرز رفتار، همه رو باید تغییر بدی. الان مگه مشکل حرف زدنم چیه؟ ببین چقدر خوب اردو حرف میزنم. اونو که میبینم. اما اردوی تنها کافی نیست، باید انگلیسی هم حرف بزنی. من به سختی زمان آزمون رو عقب انداختم، میدونی که. ای بابا، الان کی اینا رو به هم یاد میده؟ تو نگران نباش، الان آیهان میاد، منم همه چی رو بهش گفتم، هر چی که گفت باید همون رو انجام بدی. باشه؟ چایی بخوریم؟ بخوریم. هرچان الینا، من اصلا دوست ندارم که خانومم این کارا رو انجام بده. خونه پدر باشه یه مشکله، خونه شوهر بره یه مشکله دیگه، از کی واسه خودمون زندگی کنیم؟ اون رابطه ایه که فقط باید تعامل کرد، همون بهتر که زودتر تموم بشه. چی شده مامان؟ خیلی عصبانی هستی. عصبانی نباشم پس چی کار کنم؟ باز چی شده؟ میدونی؟ علی تاریخ آزمون رو عقب انداخته. نمیدونم اون دختر جادوش کرده چی؟ مامان جون، بی خیال، علیکی قند خونت بالا میره. من چرا نباید ناراحت بشم؟ منم واسه خودم آبرو دارم، داره به هم توهین میشه. بیا ببین، عریبا هی داره زنگ میزنه بیچاره، من چی باید بهش بگم؟ روک بهش بگو، علی قبول نمی کنه. چجوری میتونم بگم آخه؟ نمیدونی مگه هر بار برام طلا و جواهرات و هدیه های زیادی آورده؟ ولی مامان تو هم خیلی کارا براش کردی نه؟ حالا میدونی تنها اینا نیست که، علی هم داره کم کم کنترلش از دستم میره. نه من این دختره رو به هیچ وجه نمیذارم بازیگر بشه، به هیچ وجه. سلام عزیزم. تو کی هستی؟ من آیهانم.
به مانیکور پتیکورم که خیلی نیاز داری. صورتت هم که خیلی بیجونه. موهات هم که باید کوتاه کنی. من موهامو کوتاه نمی کنم. ای جونم، یه جوری برات کوتاه کنم که دهنت باز بمونه. حالا بیا بریم که زمان زیادی نداریم. منو نکش، خودم میام. خدای خودت کمک کن حسنا. بله. تو اینجا نشستی؟ اصلا به فکر دایید نیستی نه؟ دایی جون چی شده؟ حالش اصلا خوب نیست. چی؟ وایسا، کجا میری؟ میخوام برم دایی جونو ببینم دیگه. هیچ نیازی نیست، این پولو بگیر، از شمیم قرض گرفتم. زود برو داروهاشو بگیر، این داروی قلبشه، این نسخه دکتر، اینم پول که از شمیم گرفتم. زود برو، برو داروهاشو بگیر زود. تنهایی برم؟ آره، تو نینی کوچولو هستی که تنها نمیتونی بری؟ اما زندایی من که راهو بلد نیستم. بسته دیگه، خودتو به اون راه نزن، همه چیو میدونی. باشه، نمیخواد بری، نرو، من خودم میرم، بده به من. اصلا نیازی به تو نیست، اگه دخترم بود نیازی به تو نداشتم. میفهمی چی میگم؟ نه، میرم. ای خدا، زود برو دیگه. باشه. شایسته کجایی؟ اومدم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. مکانیک هم جواب تلفنش نمیده. شما خوبین؟ چیزی تون که نشد؟ کیفمو بردن. شما نگران نباشین، فقط گریه نکنین، من کمکتون میکنم، میرسونمتون. نه، توی کیفم نسخه‌ای داروی داییمه، پولم هم توش، الان از کجا بیارم؟ مشکلی نیست، من بهتون پول میدم. نه، من نمیتونم ازتون پول بگیرم، من نمیشناسمتون. شما به اون فکر نکنین، بگیرین، ماشینم خرابه، وگرنه میرسونمتون. این خیلی زیاده، فقط همین واسه دارو کافیه. خیلی ممنون. پولو چجوری بهش برگردونم؟ اسمش هم نپرسیدم. چیکار کنم خدایا؟ کار کنم؟ این دختره کجا مونده؟ این دختر یه ذره به فکر داییش نیست که مریضه. آخه من چی کار کنم؟ خدایا رحم کن. ای خدا، تو اومدی؟ چرا انقدر دیر کردی؟ زندایی کیفمو دزدیدن. وای خدا، میدونستم که تو برامون نحسی. به چه سختی از شمیم پول گرفته بودم، الان چی کار کنی؟ از کجا میتونیم داروهاشو بخریم؟ آی خدا، چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ این دختر پولو به باد داد، از کجا دارو بگیریم؟ زندایی، دارو رو که آوردم.
ای خدا، داری با من شوخی میکنی؟ همین الان به هم گفتی پولا رو دزدیدن و بردن، این دارو رو از کجا آوردی ها؟ اون یه مرد اونجا بود به هم کمک کرد و پول داد. کدوم مرد؟ بگو کی بهت پول داد، بگو. نمیدونم، من نمیشناسمش. خدای فرشته نجات برام فرستاد که کمک. داری دروغ میگی، کسی الکی به کسی پول نمیده، اینم تو این دور زمونه؟ کی بود؟ زود بگو. من نمیشناسمش، گفتم بعدم بهش پس میدم. داری دروغ میگی، چجوری میخوای پولشو پس بدی؟ ها؟ خیلی خوب، آره باور کردم، فهمیدم. شایسته؟ اومدم. حالا چیکار کنم؟ بشین. خب آبجی حسنا، شما بخونین، من بعد میام. اما اگه کسی دید چی؟ من که هستم، شما نگران نباشین، من اون پایین حواسم به همه چی هست، شما فقط به فکر درس باشین. الانم واسه هر دوتون یه چایی خوش رنگ میارم. شما خیلی خوب دارین اردو یاد میگیرین. یه چند تا کتاب اردوی دیگه هم هست که میتونین خیلی زود یاد بگیرین. الان کتاب رو باز کنین. داشتی چه غلطی میکردی؟ هیچی، من؟ بعدن به حسابت میرسم. چطور از این دختر خوشگله بپرسم؟ ها؟ جلوی من که خوب موش شدی. الان کجاست مظلومیتت؟ من هیچ کاری نکردم که واسه شرمنده باشم، اینقدر چرت و پرت نگو. اینو من تصمیم میگیرم، نه تو. دستمو بگیر. بیا بریم ببینم. دستمو بگیر. تکلیفتو روشن میکنم. دستمو بگیر. بیا بریم. بیا. دیدی تیوی شبکه محبوب فارسی زبان در آلمان. سابسکرایب کنید و تمام سریال های مورد علاقه خود را در سراسر دنیا تماشا کنید.
خودت هم چایی بردار. بله. منظورم اینه که خودت هم چایی نمیخوری. من چایی دوست ندارم. باشه خوبه. ببینم دخترم حسنا کجاست. نمیبینمش. بلم کن. بیا. بیا. بلم کن دیگه. اینم از دختر خوبتون. تحویل بگیرین. چی شده؟ چی شده؟ اون بالا با اون مرتی که چسبیده بودن به هم جیک تو جیک بودن. خودم دیدم. خدا مرگم بده. راست میگی پسرم؟ آخه مامان چرا باید دروغ بگم؟ دارم راستشو میگم. ای خدا، فقط همینمون مونده بود. راست شروع شد. خدایا چرا ما رو نمیکشی؟ زندایی من هیچ کاری نکردم که واسه شرمنده بشین. کاری نکردم. چی میگی تو؟ منظورت چیه؟ یعنی پسر من داره دروغ میگه؟ اگه کاری نکرده پس چی کار میکردی پیش اون پسره؟ من اون پسره رو حتی نمیشناسم. از دخترتون رابعه بپرسین. بگو. ای وای خدا مرگم بده. وای، من شنیده بودم که میگفتن نیکی کن و تو دجله بنداز. الانم دیدم. حواست باشه که اسم دختر معصوم و مظلومم تو دهنت نگیری. تو این مسائل دخترمو قاطی نکن. دایی جون میبینی شوهر خواهر؟ ببین دخترت چه دست گلی به آب داده. به خدا من کاری نکردم زندایی، من کاری نکردم. بسته دیگه، خفه شو. من خودم میبینم که تو چی کار کردی. دیگه نمیذارم زنده بمونی. خوشامد تو میخوشامد. بل کن آبجی، کشتن این چی کار میشه کرد؟ بهتره هرچه زودتر شوهرش بدی. تا کی میخوای این بار اضافه اون ننگ رو دوشت بمونه هان؟ اگه با من باشه دیگه نمیخوام یه روز ریخته تو ببینم. ببین عبدالمجید، من دیگه تحمل این چیزا رو اصلا ندارم. یه پسر پیدا کن تا اون باهاش ازدواج کنه، از پیشمون بره. بیرونش کن از اینجا، بذار بره. دیگه نمیخوام ریخشو ببینم. با اینکه من کوچیکتر از اینم که بخوام تو بحث بزرگترها دخالت کنم، اما شوهرمه. اگه من کمکت نکنم پس کی کمکت کنه ها؟ من آماده ازدواج با حسنا هستم. وقتشه دیگه منم دوماد شم. چی واسه خودت داری میگی بیلو؟ مامان همون چیزی رو که شنیدی گفتم. من با حسنا ازدواج میکنم. آبجی شمیم، تو خیلی خوششانسی که همچین پسر سر به راهی داری. کاش خداوند به منم یه همچین بچه سر به راهی میداد. آبجی این پسر من الکی احساساتی میشه. مگه ازدواج همین جوریه؟ من همین یه دونه پسر رو دارم، میخوام حساب کتاب شده ازدواج کنه. واسه ازدواجش لحظه شماری میکنم. مامان تو چرا اینقدر احساساتی میشی؟ من تصمیممو گرفتم که با حسنا ازدواج کنم. اگه قرار باشه ازدواج کنم فقط با حسناست. تموم. اما من با این ازدواج موافق نیستم. چی داری میگی؟ این پسر فامیلمونه. واسه خواهر زادن شاهزاده از کجا پیدا میشه؟ شوهر خواهر یه جوری حرف میزنی انگار برای پسر من دیگه دختر نیست. 100 تا دختر ریخته. پسرم جذاب، خوشخط و بالا نیست که هست. همه ی دخترها واسه پسرم صف میکشن. ما هم هیچ علاقه ای به اون خواهرزادی دست با چلوفید نداریم که تو خونمون عروسش کنی. برو بیلو، را بیاف. تو هم بیا دختر، اینجا چی کار میکنی؟ بذار امروز ماجد بیاد، من بهش میگم این فامیلاش ما رو چی فرض کردن. ها؟ هم اومدن تو خونمون مف نشستن، هم هزار جور عد و عطفار در میارن واسه ما. واه واه واه، اعصابمو خورد و خمیر کردن. آخه تو چت شده؟ چرا نمیفهمی؟ تقدیرمون خرابه. این خدا امه. اینی میگفت حالت خوب نیست و الانم اومدی تو سرما نشستی. همه چی خوبه؟ تازه یادت اومد که یاد من بیفتی؟ چرا ازم نراحتی؟ من این همه تلاش میکنم که ناراحتت نکنم، اما بازم تو ازم ناراحتی. آره تو میگی که من عمدن این کارا رو انجام میدم، اگه نه بهت فشار میارم. آره همینو میخوای بگی دیگه؟ نه همه خودت میدونی هرچی بشه رو قولم میمونم.
و من به مینا قول دادم که هر جور شده یه فرصت بهش میدم. لطفاً منو تحت فشار نذار، چون من نمیتونم زیر قولم بزنم. واسه همین بهت میگم علی، نه مثل قبل انا به فکرمی و نه مثل قبل دوستم داری. رابطمون داره ضعیف میشه. عمه جان به خدا منم دارم همینو میگم بهتون. دلیل ضعیف شدن رابطمون اینه. به جای اینکه تقویتش کنیم داریم دوچار چالشش میکنیم. لطفاً خرابش نکنیم. برای من مهمتر از شما کسی نیست، باور کنید. باور کن که نیست. من دوستتون دارم. به من اعتماد کنید. به من نگاه کنم بجا. به غیر از شما من کسی رو ندارم. امروز علی‌آقا فقط بهت خیره میشه و تموم. از همه دختر خوشگل‌تر شدی ها. اصلا کسی به گردت هم نمیرسه. دیگه بسه، چقدر آرایش میکنی؟ علی‌آقا از کیه که منتظرت ها؟ بهش بگو منتظر باشه. از الان این همه ناز بعدن دیگه چیکار میخوای کنی؟ خدا وقتی زیبایی میده ناز کردنم باهاش میاد. عشق کهیل چل ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آبجی حسنا منو ببخش. به خدا نمیدونستم کار به اینجا میکشه. تو چرا ازم معذرت میخوای؟ همه اینا به خاطر من پیش اومده. اگه من به همه راستش رو میگفتم این اتفاق نمیافتاد. اما چی کار کنم؟ خب منم ترسیدم. رابع من از این ناراحتم که همه فکر میکنن من دختر بدیم. هیچ کس اصلا به حرفم گوش نمی کنه. تقصیر من چیه؟ یه دخترم. با وجود بیگناهیم نمیتونم ثابتش کنم که بیگناهم. چرا؟ حالا دیگه گریه نکن. چطوری گریه نکنم؟ من حتی از چشم خودم هم افتادم. اینجا چه خبره؟ مامان نمیخواد زیاد دلداری به این دختره بدی. فهمیدی؟ اگه دوره بر این دختره دوباره ببینم جف قلم پاهاتو میشکنم. میخوای هم نشین این دختره بشی و یه دستگلی به آب بدی؟ ها؟ مامان آبجی حسنا اینجوری نیست. آها تو از کجا میدونی؟ بگو. دو روز نیست که اینجا پیدا شده. پسر پاک و دست و گلم و ببین چطوری تو دامش انداخته. خدایا توبه، از چهرهی که خیلی معصوم به نظر میاد. بیا برو داخل. اگه دوره بر این دختره ببینم ات بد جور حالیت میکنم. بریم یالا بدو زود باش. دیگه از دیشب تا حالا هیچی نخوردی ها؟ میخوای همینطوری ضعیف بشی؟ مامان مگه تو ندیدی چجوری آبروی من رفت؟ میدونم، اما از دست من چیزی ساخته نیست. اصلا چرا بیرونشون نمیکنی؟ هم خونمون نشستن هم آبرومونو بردن. ای ویلو داری چی کار میکنی ها؟ خب راست میگه دیگه. خب مرد آبروی پسرت رفته دیگه. تقصیر این پسر چیه؟
بگو ببینم، اینه که دختر بی آبرو و بی حیاشونو میخواد عروس کنه؟ آبجی شمیم بگو چی شده؟ همه چی خوبه؟ چی میخواد بشه؟ حال روز پسرمو نمیبینی؟ غذا نمیخوره، از حرفای شوهر خواهر ناراحت شده. خیلی خوب لطفمونو جبران کردی. آبجی شمیم نگران نباش، من با بابای مینا حرف میزنم. نیاز نیست حرف بزنی، من تصمیممو گرفتم. آره تصمیم؟ چه تصمیمی؟ شما باید یه جای دیگه برای خودتون پیدا کنید. شمیم هیچ میفهمی چی داری میگی؟ دیگه نمیخوام چیزی بشنوم. بس ماجه، به این فامیلات بگو بارو بندیلشون رو جمع کنن همین امروز برن. من امروز باید تکلیف اینا روشن کنم. ببین آبجی شمیم، بس رضای خدا بهمون رحم کن. ما کجا بریم؟ اینو باید همون اول فکر میکردیم. وقتی که شوهر خواهر به پسر مثل شیر من جواب رد میده، ما هم از خودمون شخصیت داریم، غرور داریم. شایسته، اگه اینا نمیخوان که ما اینجا باشیم، پس میریم یه جای دیگه. این چه حرفیه میزنی؟ کجا میتونیم بریم؟ هر جایی غیر از اینجا. من آدم بی غیرتی نیستم. هیچ کس جایی نمیره. همه اینا به خاطر من شده، نه؟ فقط به خاطر اینکه نمیخوام با بیلو ازدواج کنم. من با ازدواج با اون هیچ مشکلی ندارم. ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.